صدها تن از باشندگان شهر کابل با راه اندازی تظاهرات از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواستند تا برخی مقام های بلند پایه را که طی سال 30 سال گذشته دستهایشان به خون افغان ها آلوده بود از وظایفشان برکنار و آنان را محاکمه کنند. معترضان با سردادن شعارهای تند علیه تنظیم های جهادی شماری از مقام های حکومتی را به خیانت ملی متهم کردند. توجه کنید به گزارش از همکارم ببرک یوسفزئی. مظاهره کنندگان که شمارشان نزدیک به 1500 تن می رسید، راهپیمایی را از منطقه سینما پامیر شهر کابل آغاز کردند. معترضان شماری از رهبران سیاسی را که برخی هایشان هنوز هم در کابینه رئیس جمهور کرزی حضور دارند، خائن ملی خطاب کرده و خواهان محاکمه آنان از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان شدند. هدف مظاهره امروزی ما تقبیه جنایات 7/8 سال است، خلاصش که در 7/8 سال اگر از یک طرف خلق پرچم وطن در روسا فروختن، در 8 سال اینا با یک معامله، با یک ائتلاف که خلقی با حزب اسلامی و پرچمی با شورای نظار یک جا شدن و این وطن به بدبختی کشندن. ثمره جهاد بر حق مردمه که بر حق علیه روسا تفنگ گرفته بودن، چند تا تاجر به نام رهبر آمد ای را غصب کرد و ای را به سر مردم و 70,000 مردم کابل به شهادت رساندن و شهر کابل زیبا را اینا از بین برای رانم بدل کردن. 70,000 قطع آثار باستانی ما را از موزیم چور کردن، به جرنالای پاکستان توفه دادن. باید جواب از این را بدن. اینا را ما خواهن و ما که میشستیم امروز میخواهیم جناهات را تقبیه کنیم. شما را از اشتراک کنندگان این راه پیمایی هدف از تظاهراتشان را چنین بیان کردن؟ هموطنهای مظلوم و رنجیده ما که در طول جهاد و مقاومت بالایشان ظلم صورت گرفته بود و توسط جناهای جنگی و جنایتکارهای جنگی از بین رفته بود، اعضای خانواده خود از دست داده بود و ظلم و ستمی که بالای اونا شده بود، اونا امروز آمدن و مظاهره کردن، از حق خود دفاع کردن. امروز هم عاملی نشان تمام روز در پوستهای بلند دارندی برابری امریکا در ایجای قدرت دارن و حکومت میکنن و ما به مردم افغانستان میگیم که بیاین به پا شوین ضد از اینا تا که حق تان را نگیریم. کسی حق نمیده. مظاهرچیان 7 و 8 ثور را برای کشور فاجعه‌بار عنوان کرده و از دولت افغانستان خواستند تا از تجلیل 8 ثور خودداری کند. روز 8 و 8 ثور روز سیاه در تاریخ کشور می دانیم، به خاطر که این همی جنایتکارای جنگی بودند که امروز کشور ما به این حال از دست زمیا رسیده و امروز یار چیشتن غنق هم سر خون ملت ما پای مانده و این روز تجلیل می کنند. به خاطر همی جهادیان مزدور خائن ما به قدرت رسیدن، افغانستان به حالت رسند، افغانستان به حمام خون تبدیل کردن. اینا آمدیم که اینا بگیم که اینا باید محاکمه شون، نه اینکه سر قدرت بشینن. تظاهرات پس از مدت به خشونت کشیده شد، اما پلیس مانع ادامه تظاهرات شد. نیست که معترضان با سردادن شعارهای ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان را نیز نشانه استعمار دائمی در کشور عنوان کردند.